من در این بخش میخوام در ارتباط با ویژگی های یک نمونه قابل استناد صحبت کنم این مطلبی هستش که من دیگه در ادامه درس خیلی به اون نخواهم پرداخت در ادامه درس ما فرض میکنیم داده هایی رو که به دست آوردیم و داریم روش کار میکنیم از یک نمونه گیری قابل استناد و علمی به دست آمده که با روش های استاندارد تهیه شده شما به عنوان تحلیلگر داده خیلی مهم هست که مطمئن باشید که این نمونه گیری از مسیر درستی به دست شما رسیده داده هاش باید برای ویژگی های یک نمونه گیری قابل استناد به سه ویژگی اصلی اشاره کرد اول اینکه اون نمونه باید به شکل تصادفی انتخاب شده باشه اون نمونه نمایا یا رپرزنتاتیو باشه و در نهایت تعدادش به اندازه کافی باشه که شما بتونید بر مبنای اون استنباط یا استنتاج آماری کنید من در ادامه هر کدوم از این ویژگی‌ها رو یک توضیح مختصری خواهم داد نمونه تصادفی به این معنی هستش که احتمال انتخاب شدن هر یکی از اه اعضای اون جامعه مورد مطالعه در نمونه شما برابر باشه چرا مهم هستش که ما نمونه رو به صورت تصادفی انتخاب بکنیم دلیل عمدهش این هستش که اگر نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده باشه این مسئله رو گارانتی میکنه که شما بر اساس یک سوگیری مشخصی در جامعه ای آماریتون به دنبال داده ها نگردید فرض کنید شما میخواد یک نظرسنجی انجام بدید و در اون نظرسنجی از افرادی بپرسید که نظرشون راجع به محصول شرکت شما چی هستش میرید داخل و به خیابان و به شکلی افراد رو انتخاب میکنید اما به مرور زمان متوجه میشید که برای مثال افراد جوانتر خیلی سریعتر و راحتتر به پرسشنامه شما پاسخ میدن حالا اگر که به صورت خداگاه یا ناخداگاه شما تنها تمایل پیدا کنید که تا افراد جوانی رو در خیابان میبینید از اونها شروع کنید پرسشنامه خودتون رو پر کردن نتیجه میشه که افرادی که سنشون بالاتر هست در نمونه شما ممکنه که کمتر دیده بشن یا اصلا لحاظ نشن این به این خاطر هست که شما حالا یا به صورت خداگاه یا به صورت ناخداگاه به خاطر آسانتر بودن جمع‌آوری داده متمایل شدید یا سوگیری پیدا کردید به اینکه صرفا از افراد جوانتر انتخاب بکنید در حالی که اگر خودتون رو مجبور میکردید که به صورت تصادفی نمونه انتخاب بکنید تمام تیف های سنی رو احتمالا در بین پاسخ دهندگان میدیدید نکته بعدی این هستش که نمونه باید نمایا باشه تنها کافی نیست که ما نمونه رو به صورت تصادفی انتخاب بکنیم نمایا بودن به این معنی هستش که نمونه‌ای که شما از جامعه مورد مطالعتون به دست میارید باید باز دهنده ویژگی هایی باشه که ما در جامعه مورد مطالعه میبینیم فرض کنید که در این قسمت بالا من جمعیتم هست که میخوام روش مطالعه انجام بدم فرض کنید همون مشتریانی هستن که ما محصولات شما رو میخرم و میخواید که نظرشون رو راجع به ویژگی های محصولتون بدونید اگر همه اینها از هیچ جهتی با هم فرق نکنن و کما بیش با هم مشابه باشن اگر به صورت تصادفی چند تا از اینها رو نمونه بگیرید احتمالا این نمونه شما با دقت خوبی بازتاب دهنده اون چیزی هستش که داره در جمعیت رخ میده اما در خیلی از وقتها ممکنه که از ویژگی های مختلف یا از منظرهای های مختلف حالا از منظرهای های جمعیت شناختی یا منظر روان شناختی مشتریان شما با همدیگه متفاوت باشند برای مثال از دید جنسیت، سن، سطح تحصیلات، میزان درآمد من در اینجا به صورت شماتیک با رنگ مشخص کردم در بالا باز جمعیتی هست که مورد مطالعه میخواد قرار بگیره و حالا شما این جمعیت رو بر اساس ویژگی های مختلف به شکل رنگ های مختلف میبینید اگر من یک نمونه تصادفی از این جمعیت بگیرم و صرفاً تأکیدم رو تصادفی بودن باشه میبینید که ممکنه به یک همچین نمونه ای برسم که در قسمت پایین میبینید چه فرقی این نمونه با جمعیت داره همطور که میبینید رنگ آبی رنگ در نمونه من دیده نمیشه و چون من رنگ حالا نارنجی یا زرد هست نارنجی بیشتر دارم توی جمعیتم توی نمونه من هم بیشتر دیده میشه بنابراین اگر من صرفا اکتفا کنم به تصادفی بودن در حالتهایی مثل این حالتی که شما میبینید که یک سری از افراد در جمعیت مورد مطالعه تعدادشون خیلی زیاد هست و یه عده دیگه در اقلیت هستن ممکنه که نمونه گیری تصادفی باعث بشه که شما بعضی از اونها رو در نمونه مورد مطالعتون نبینید برای مثال در همین جا من یک جمعیت هزار نفری دارم که نصفش متعلق به گروه A یا نارنجی رنگ هستن بقیهش در, در عدد دیویس نفر تو گروه B سد افراد نفر گروه C و سد نفر گروه D هستن اگر من صرفا روی تصادفی بودن در واقع تمرکز داشته باشم و به نمایا بودن نمونه اکتفا به نمایا بودن نمونه توجه نکنم اون وقت تمام این گروه ها رو در نمونهم نخواهم دید یکی از استراتژی هایی که در نمونه گیری برای چنین شرایطی استفاده میشه نمونه گیری لایه لایه هست و من بحث نمونه گیری لایه لایه رو در همین فصل در ادامه براتون توضیح خواهم داد اما مسئله اصلی این هستش که ما باید توجه بکنیم که نمونه ای که از جمعیت میگیریم بازتاب دهنده اون جمعیتی باشه که قرار مطالعه بشه و در نهایت ویژگی سومی که باید روش تاکید کرد بحث تعداد نمونه هست من توی این درس تمرکزی ندارم روی اینکه شما چطور تعداد نمونه رو محاسبه بکنید روش های آماری هست برای شرایط مختلف و تکنیک های آماری مختلف توسعه پیدا کرده بر حسب دقتی که میخواید شما استنتاج آماری بکنید و یه سری پارامترهای دیگه معمولا اندازه نمونه محاسبه میشه به دیگه حداقل اندازه نمونه محاسبه میشه اما به صورت شهودی توی همون جمعیت هزار نفره که دارن از محصول شما استفاده میکنن شما میتونید بفهمید که اگر صرفا از سه یا چهار نفر نظر بپرسید در ارتباط با محصولتون این میتونه خطاش زیاد باشه به عبارت دیگه سه یا چهار نفر نمیتونه یک نمونه خیلی خوبی باشه برای اینکه شما پی ببرید اون جمعیت هزار نفره چطور در مورد محصول شما فکر میکنن اما اگر مثلا نمونه شما به 20 تا 25 نفر برسه ما میتونیم با یک درجه ای از خطا یا یک درجه از قابلیت اطمینان بگیم که آره اون چیزی که توی این 25 نفر داره به عنوان نظرشون بیان میشه تا حد خوبی بازتاب دهنده واقعیتی است که ما در اون جمعیت هزار نفره میبینیم پس به عنوان جنبندی یک نمونه گیری قابل استناد از منظر آماری باید به صورت تصادفی انتخاب شده باشه باید اون نمونه بازتاب دهنده جامعه باشه و در نهایت اندازش به اندازه کافی بزرگ باشه تا ما بتونیم از این نمونه استنتاج کنیم که چه چیزی در جمعیت میگذره و ویژگی های جمعیت مورد مطالعه به چه شکل است؟